مرتضی اسماعیل پور، فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار از کانزاس با ما همراه شدن. آقای اسماعیل پور خیلی خوش اومدین. مراسم 40 کشته شدگان اعتراضات سراسر در ایران به جایی برای اعتراض مردم تبدیل شده. افرادی که جمهوری اسلامی بارها تلاش کرده تا مرگ اونها رو حادثه نشون بده. این بیانگر چه است؟ روز خدمت شما. این حقیقتا این سوال، حالا من به این وارد میشم از این جنبه که 40 این افراد میشه گفت یک میثاقگاهی هستش، یک مکانی هست برای اینکه با خانواده ها این افراد یک میثاقی ببندن، با خود این کسانی که کشته شدن. موضوع بعدی این هستش که مردم این مکان رو به عنوان یک مکانی که پتانسیل داره که اعتراضات در اونها تجمیع بشه و شکل بگیره و مردم برن به یک سمت خیزش بزرگ. بخش بعدی این اتفاق میتونه از این بابت باشه که خط و نشانی به حکومت داده میشه. این خط و نشان میتونه خب تبعاتی برای رژیم داشته باشه و هر چقدر هم این 40 ها مراسم 40 که ما شاهدش هستیم با سرکوب روبرو میشه، در روز بعد با حادثه بزرگتر و اتفاق و تجمیع بزرگتری روبرو هستیم. آنچه که رژیم به دنبالش هست اینه که این مراسم ها که مشابه اتفاقاتی هست که در دهه 40 و 50 هم رخ داده جمع بشه و به نوعی محلی برای خیزش مجدد و اتفاق دیگری برای مقابله با رژیم تبدیل نشه. این اتفاق کاملا طبیعی هست که رژیم نسبت به این مکانها واکنش منفی و تندی نشون بده و از این بابت من این اشاره میکنم که تا الان هم اینطوری بوده. البته این موضوع سالهای پیش هم اتفاق افتاده و همواره رژیم سعی کرده نسبت به یک سری مناسبت ها از جمله حالا سوگواری های مذهبی و که میتونه ریشه های مشروعیت دینی این رژیم رو هم بیشتر از پیش متزلزل کنه و دچار بحران کنه مقابله میکنه. اما در حال حاضر بیشترین ترس رژیم از هر گونه تجمعی از تجمعی که میتونه سرآغاز یک بحران بزرگ برای رژیم باشه. جمهوری اسلامی در لبه پرتگاه وایساده و هر گونه تهدیدی رو برای خودش یک به نوعی میشه گفت مصیبت میدونه و هر گونه تحرکی رو باهاش مقابله میکنه.